کرد. اما متاسفانه من به جزئیات وارد نیستم. نه من نمیدانم، برای من مبهمه که چی شد که ایران نتوانست از اون همکاری ها یک عرض کنم که توافقی با امریکایی ها داشته باشن به توان منافع خودش. حتی اون سرمایه های بلوکه شده ایران در خود امریکا که برای ما روشن‌تر از مسئله کرامت هستن ایران عراق هست نتوانستن وصول بکنن. اینا مشکلاتشون کجا بوده من نمیدونم. بنابراین اینی که شما میفرمایید بله ایران میباید در این گونه مسائل جدی وارد بشه، راهکار دیپلماتیکش هم پیدا کنه، اونم مستلزم خیلی از پیش شرط ها هستش. آقای دکتر بعد از پخش برنامه اما در مورد این که خلیج فارس من گفتم تخلیه، بله اون وقتی بودش که روابط ایران و عربستان بسیار خوب بود، آقای هاشمی رفته بود، یه شرایطی بود که ایران می توانست مطلب. حتی من در همون شرایط هم گفتم ایران با اثر عربستان فشار بیاره که ایران و عراق هر دو به عضویت شورای امنیت خلیج فارس دعوت بشن. و حتی گفتم که با توجه به روابطی که آقای هاشمی با زمامداران عربستان سعودی داره این امکان پذیره. اگر به طور جدی ایران روی این مسئله پافشاری کنه امکان پذیره. این هیچ تعارضی یا اون مسئله امارات مانع بزرگی نیست. برای اینکه توضیح دادم بینید کشور عربی هم از این ادعا وجود داره. آیتور بعد از برنامه که ما پخش شد در مورد گروگانگیری یه سری سوال بود که خب برای اون دفعه مطرح نشد، حالا من امیدوارم یه بخش مطرح کنم. بله حالا اینو بذار یه جلسه دیگه. خب فقط یه سوالشو من می‌خواستم، یه سوال کوچیکش رو. این که اونجوری که شما گفتید دولت برای اینکه این فاجعه رخ نده، یعنی چون به هر حال از اسناد و مدارک پیش مطرح میشه که شما کاملا هشدار داده بودید به آمریکایی‌ها که با این روش‌ها ممکنه سفارت اشغال بشه و در 10 آبان هم آقای لینگن کم و بیش این رو به واشنگتن مخابره کرده. من می‌خواستم ببینم مجموع اقداماتی که فعلا مثلا این که پیشنهاد کردید شاه معاینه بشه یا نمی‌دونم شاه استعفا بده، این رو اگر یه خلاصه بدید که چند تا مرحله به آمریکا پیشنهاد دادید که برای که این مسئله اتفاق نیفته، این اگر خلاصه توضیح بدید خیلی ممنون میشم، برای اینکه مهمه که بدونیم چه اقدامات دولت موقت انجام داده. بله به دقیق گوشی خدمتون. هنگامی که آقای عرض کنن که هنری پرشت مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه بود به ایران آمد در اکتبر همون سال، یک ماه قبل از گروگانگیری آمد که به ما اطلاع بده به دولت ایران که یه چنین تصمیمی رو دولت امریکا گرفته. آقای لینگن آمدن پیش من، بعد از پیش من رفتن پیش آقای منتظری، بعد با آقای بهشتی صحبت کردن. در این مذاکرات بود که ما به شدت بهشون اخطار دادیم، هشدار دادیم که شما اگه این کار رو بکنید، یعنی که شاه رو بیارید آمریکا. بله اگه به شاه اجازه ورود به امریکا رو بدید. اینا گفتن که شاه مریضه. گفتم که هست تو چیزا که در جاهای دیگه مراکز پزشکی هست که به اندازه کافی مجهز هست، شاید میتواند به اونجا بره. اما نپذیرفتم و این اصطلاح من رو به کرات نقل کردن که من گفتم شما در جعبه پاندورا رو باز میکن باز میکنید. شما اصطلاح پاندورا باکس رو میدونید چی هستش؟ وقتی که درش باز میشه معلوم از اون تو چی بپره بیرون. شما دارید با آتش بازی میکنید. بنابراین ما همه اینا رو گفتیم و بعد هم هنوز آقای هنری پرشت در ایران بود که آمد گفت بعد شاه وارد امریکا شد که اونجا ما یک یادداشت رسمی دادیم، 4 یادداشت رسمی به دولت امریکا دادیم در همون تاریخ. شما پیشنهاد استعفای شاه رو هم دادید به آمریکایی ها؟ دولت ایران نداد، ولی الان عرض می کنم که این استعفای پیشنهاد داد. ما در اونجا نوشتیم یه دفعه اعتراض کردیم، گفتیم که تمام عواقب حضور به ورود اعتراض کردیم به اینکه شاه رو چرا شما وارد کردید و خواستیم که شاه رو و انبارش رو به ایران برگردونید. رسما تو اون اولین یا دومین نامه‌ای که ما به وزارت امور خارجه آمریکا نوشتیم وجود داره، تو اسناد وزارت امور خارجه ایران وجود داره. اینا همش پخش شده، منتشر شده، ما این نوشتیم. در فاز دوم ما نامه نوشتیم گفتیم که شما میبایستی اجازه بدید به دولت ایران که پزشکان مورد وسوق ما، ایرانیان پزشکی که در امریکا اجازه طبابت دارن، پرونده پزشکی شما رو بخونن و شما رو معاینه کنن.
آمریکایی‌ها امتناع کردن، چه اجازه‌ای رو ندادن، حتی اجازه ندادن فرزند پزشکی شاه رو پزشکان معتمد ایرانی اونا ببینن. دلیلشون چی بود؟ چون دکتر گزارشی که لینگن فرستاده برای آمریکا با نظر مساعد از این پیشنهاد استقبال کرده، ولی دولت امریکا اجازه نداد به بهانه اینکه اون اسرار خصوصی یک مریض کسی دیگه هم نداره، مریض باید اجازه بده، ولی ما تردید داریم که حتی این رو با خودش را هم مطرح کرده باشن. بنابراین اینا مراحل مراحل مهم هستن. اما دو نامه نزد دولت مرحوم مهندس بازرگان بعد از استعفای دولت موقت نوشت، یک نامه ایست که ما یک ماه حدود یک ماه بعد از گروگانگیری مرحوم مهندس با من مشورت کرد، من نظرشو گفت، منم این نظر رو برای آقای خمینی گفتم، آقای خمینی هم اوکی کرد، ولی گفت شاه این کارو نمیکنه. یه مقدارم گفت مهندس خیلی خوشبینه، ولی خب مهندس یه حرکت دیپلماسی خردگرایانه داشت. در اون نامه که پارسال من این رو منتشر کردم آمده که به شاه میگه شما برگردید ایران، به این قاعده ختم میشه، منافع ملی سرنوشت کشورمون هست، منم در اینجا سعی میکنم شما از یک دادگاه صادری بتوانید دادگاه چیزی داشته باشید. یک نامه دیگری بعدا مهندس نوشت وقتی اون انجام نشد، که متاسفانه من اون نامه رو هنوز نتوانستم تو کاغذان پیدا کنم، نامه ایست که اون مهندس اون رو هم با من مشورت کرد، با همم فکرش خوب بود، آقای خمینی هم قبول کردن. مرحوم مهندس نامه نوشت به آقای محمد رضا پهلوی اعلی حضرت سابق که شما از سلطنت استعفا بدید، که دیگه هیچ نوع عرض کنم که داعیه‌ای برای سلطنت نباشه. بنابراین این نگرانی که در بسیاری از ایرانی ها وجود داشت و خاطرات تلخ و عرض کنم زشت کودتای 28 مرداد سال 32 زندشته بود که امریکایی ها دوباره شاه رو میخوان برگردونن، وقتی شاه از سلطنت استعفا بده دیگه به ناموضوع میشه. حالا یه شهروند ایرانی به طور خصوصی رفته برای مالجه بیماریش. این نامه رو تا اونجایی که من میدانم امریکایی ها حاضر نشدن به شاه بدن، اما متاسفانه من این نامه رو که میدانم دارم اما الان نمیتونم پیداش بکنم، در دسترسم آقای دکتر. در مجموع اگه بخواید جمع‌بندی کنید با توجه به پیشنهادها و مذاکراتی که شما دادید، اگر آمریکایی‌ها به پیشنهادات دولت موقت و راه حلایی که مطرح شده گوش می‌کردن، میتونست سفارت آمریکا اشغال نشه. آیا شما همین نظر رو دارید؟ بله. ببینید، برای اینکه وقتی که آمریکایی‌ها سابیدن رفت سفیر جدیدی معرفی کردن آقای کاتل رو، من اون موقع آقای علی آقا کاردار سفارت ایران در واشنگتن بود، من از او خواستم که یک رزومه از سوابق این آقا برای من بفرسته. ایشون یه چیزی تهیه کرد فرستاد و ما در اون رزومه نکاتی بودش که مطلوب نبود. بنابراین من به دولت ایران پیشنهاد کردم که آگریمانی که برای آقای کاتلر پس بگیره، دولت هم تصویب کرد، شورای انقلاب هم تایید کرد. منم وقتی این کار انجام شد، این آقای ناس بود اون موقع، هنوز لینگن نیومده بود، آقای ناس رو صدا کردم، گفتم از طرف دولت مطبوع هم به شما اطلاع میدم که ما آگریمان خودمون در مورد این آقا پس گرفتیم، میشون نمیتونه بیاد. بعد دولت امریکا افراد مختلفی رو پیشنهاد کرد، حتی به ما گفت شما چی میگید ما بفرستیم، ما چی کاریم که به شما میگیم سفیرتون به ایران چی باشه. بعد از این ماجرا که من این حرف رو به ناس منتقل کردم، تصمیم دولت ایران رو که به پیشنهاد خود من بود، وقتی اصلا با آقای خمینی صحبت کردم و گزارش دادم، گفتم حالا آیا به نظر شما ما باید بریم و روابط رو قطع بکنیم یا نه؟ ایشون با صراحت گفتن نه، قطع نکنیم، باشون کجدار و مریض رفتار بکنیم. بنابراین هیچ یک از زمامداران ایران، چه آقای خمینی به من رفتار انقلاب، چه در شورای انقلاب، هیچ یک از آقایانی که حضور شورای انقلاب بودن، چه روحانی نشون چه غیر روحانیشون، پیشنهاد نکردن که روابط ایران امریکا قطع بکنیم. منظر نبودم، من معتقد بودم باید روابط ادامه داشته باشه، منتها باید موازین و مبانی سیاست خارجیون با امریکا باید بر اساس اولویت های بعد از انقلاب تنظیم بشه. همه حرف ما این بود و درست چه من این بود، اگر چنانچه امریکایی ها اون کارو نمی کردن، اگر چنانچه اون گروه های فشار به کارتر فشار نمی آوردن که شاه رو به
به امریکا ببره به احتمال بسیار زیاد اصلا این حوادث رخ نمیداد. یا اگر چنان که دانشجویان محترم خط امام که رفتن گرفتن و خودشون گفتن ما اینو برای 3 روز گرفتیم، اگر برای بعد از 3 روز آزاد میکردن رها میکردن، شاید به خیلی از پیامدها رو ما امروز نداشتیم. خب آقای دکتر، از حضور شما در این برنامه متشکریم. امیدواریم در فرصت‌های دیگه به سوالات و مسائلی که هست بتونیم بپردازیم. شب بر همگی شما خوش.